سلام، به بحث درک کوتاهی قسمت 14 خوش اومدید. لطفاً اگر هنوز مشترک کانال نشدید اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزنید، عضو کانال بشید، زنگوله کنارش هم بزنید که به محض اینکه ویدیو جدیدی گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما مطلع بشید. خب میریم سراغ سیمتری و ای سیمتری، یعنی تقارن. سیمتری میشه تقارن و ای سیمتری میشه عدم تقارن. خب بعد از گرجویشن اومدیم سراغ الیویشن، بعد از الیویشن اومدیم سراغ اوور دایرکشن، بعد از اوور دایرکشن اومدیم سراغ کانکشن و دیسکانکشن، بعد از کانکشن و دیسکانکشن اومدیم سراغ بالانس و ایمبالانس، و بعد از بالانس و ایمبالانس هم اومدیم سراغ تقارن و عدم تقارن، سیمتری و ای سیمتری. خب یعنی چی؟ چجور متوجه بشین تقارن و عدم تقارن؟ خب حالا بهتون میگم. ببینید مثلا این یه سره از روبرو. خب بالای سر که میشه چی؟ میشد اوور دایرکشن. یه مروری کنیم که یادتون بیاد اوور دایرکشن بود بالا، اوور دایرکشن، و بغلم الیویشن. خب حالا مثلا ما اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم مثلا یه کوتاهی انجام دادیم به این صورت. خب حالا ما نمیتونیم یه کوتاهی انجام بدیم که یه سمتش بلندتر باشه یه سمتش کوتاه‌تر باشه. چرا میتونیم چرا نتونیم؟ خب مثلا ما یه کوتاهی انجام دادیم، اومده اینجا اینجوریه. خب یعنی یه سمتمون کوتاه‌تره، اومده یه سمتمون بلندتره، دیدیم و انجامم دادیم. خب ما حالا بیایم از روبرو اینو به دو بخش مساوی این سر رو تقسیم کنیم، خب میشه چی؟ ایسیمتری، یعنی عدم تقارن. یعنی چی؟ یعنی یه قسمتش بلنده یه قسمتش کوتاهه، پس این عدم تقارنه، تقارن نداره. ببینید اینجا اومدیم موها رو کوتاه کردیم، قد موها اینجا کوتاهه، خب به اینجا که رسیده قد بلندی داره موها. خب داخل مدلامون رو انجام دادیم ما، دیدین. خب این صورت رو فرض کن از وسط نصف کنی، این قسمت مثلا موهای کوتاهی داره، بعد این قسمت مثلا موهای من بلنده. خب صورت رو وسط نصف کردیم، شده چی؟ شده ایسیمتری، خب عدم تقارن، این عدم تقارنه. خب حالا شما بیاید یه کوتاهی انجام بدین که این برش به اون برش بخوره، مثلا اینجوری. خب مثلا اینجوری این برش به اون برش خورد، این میشه چی؟ میشه سیمتری. یعنی چی؟ یعنی تقارن، یعنی این برش به اون برش میخوره. بچه ها توی نگاه elevation over direction دارم میگم، یعنی از نگاه از روبرو، disconnection connection نیست. خب چرا؟ چون ببینید شما داخل این قبلی رو که من کشیدم اینجوری بود، خب درسته این قسمت بلند بود این قسمت کوتاه بود، ولی به هم وصل بود، disconnection نبود، جایی قطع نشده بود بلندتر باشه یا کوتاه‌تر باشه این قسمت بلندتر باشه. اینجا در نکان قداشون به هم وصله، پس ما از نگاه روبرو داریم میگیم، ما در مورد سیمتری و ایسیمتری داریم صحبت میکنیم، یعنی تقارن و عدم تقارن داریم صحبت میکنیم. خب میتونی بگی آقا اینا به درد چیه من میخوره، من اینا رو چیکار کنم؟ مگر تو نمیخوای خلق مدل کنی؟ مگه تو نمیخوای با اصطلاحات آشنا بشی؟ خب باید اینا رو بدونی. خب شما اینا رو باید بدونی که بتونی خلق مدل کنی، بتونی با اصطلاحات آشنا بشی، که وقتی رفتی خواستی یه مو رو کوتاه کنی همه چی رو بدونی، با یه اعتماد به نفسی بخوای مو رو کوتاه کنی، تمام زوایا رو بدونی، تمام قسمت‌های سر رو بدونی، تمام این چیزا رو بدونی که بتونی خلق کنی توی ذهنت، تو داخل ذهنت این اتفاق میفته. شما وقتی میخوای یه مو رو کوتاه کنی به سرش نگاه میکنی میبینی چه مدلی بهش میاد،
خب یا داخل ذهنت روی سر ایشون روی فرم سر مشتری خلق میکنی مدل رو بد کوتاه میکنی و دیگه با یه اعتماد به نفسی میری جلو راحت خلق مدل میکنی. شما اول داخل ذهنت خب خلق مدل میکنی بعد روی سر امپیادش میکنی. اوکی؟ پس شما اول یه مشتری که میاد میخواد اصلاح کنه، شما به سرش که نگاه میکنی، اون فرم سرشو که میبینی، صورتشو که میبینی، توی ذهنت وقتی تمام این قوانینا رو بلد باشی توی ذهنت میتونی خلق کنی چه مدلی روی این سر این بزنم. تمام اصطلاحاتو بلدی، تمام چیزا رو یاد گرفتی، اون موقع میتونی توی ذهنت خلق کنی آره اینجاشو اوور دایرکشن بزنم، اینجاشو نمیدونم الیویشن بزنم، نمیدونم اینجا بالانس کنم یا امبالانسش کنم، یا نمیدونم از سیمتری استفاده کنم یا از ایسیمتری اینجاش استفاده کنم. همه چی رو دیگه میدونی تو، پس دیگه کلی چی داری داخل ذهنت میتونی به هم وصل کنی، مثل یه پازل میتونی قشنگ کنار هم دیگه وصلش کنی. اینه، به خاطر همینه پس این قسمت اومدیم با چی؟ با سیمتری و ایسیمتری آشنا شدیم، یعنی تقارن و عدم تقارن آشنا شدیم و متوجه شدیم. بچه ها اگر نمیدونید هنوز یه جایی از این موضوع برایتون باز نشده، کامنت کنید من جواب میدم. به پایان قسمت 14 رسیدیم. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.